نایی جان کبیری، نویسنده و شاعر هنرمند، که حرفایی از سر لطف در مورد من زدن. حقیقت این است که از نیما گفتن برای من خیلی خوشاینده. منو میبره به روزهای خوش جوانی، زمانی که من 21-22 سال داشتم و سخت شعرهای نیما که تک و توک در مجلات پراکندهی که اون زمان بود، مجلاتی که بیشتر شاملو در می آورد، مثل عرض شود که مجله بامشاد یا سخن نو یا مجله آشنا، قبلش مجله خروس شنگی در می آمد، نمونایی از شعر نیما رو من اونجا خونده بودم. و به طور کلی من از شعر نو و زبان نیما چندان وحشت نمی کردم، برخلاف بسیاری از کسانی که در این زمینه شعرش رو دشوار و نامفهوم جلوه می دادن. حالا بعد خواهم گفت که در روی کرده به هنر نو اساساً چه باید کرد که این خوف و وحشتی که حاصل ناآشناییه کم کم تبدیل به آشنایی بشه و آدم با شعر نو اون صلفت بیشتری پیدا بکنه. به هر حال من از همون اوان خیلی دوستدار نیما بودم، به طوری که وقتی خبر مرگش رو در روزنامه اطلاعات در 13 دی ماه 1338 خوندم، متاسف شدم و دیدم که مجلس ختمش در یه مسجدی است در خیابون سعدی شمالی. بلند شدم رفتم اونجا، روز سردی بود و کسانی که به تشییع این مرد بزرگ آمده بودن، شاید عدهشون از 40-50 نفر در نمی‌گذشت، از جمله بین اونا من، فروغ فرخزاد و احمد شاملو، سیاوش کسرایی و سایه هوشنگ ابتهاج رو تشخیص دادن. به هر حال بعد گذشت و من وارد دانشکده ادبیات شدم توی همون سال 38. و داستانی داره که شاید برای شما شنیدنش جالب باشه. استاد من دکتر خانلری که وارد کلاس شد، استاد تاریخ زبان فارسی بود، مرد بسیار شیک پوش و آراسته و خوشایندی بود. بعد که درسش تموم کرد من گفتم که استاد کمی راجبه نیما و صادق هدایت شما برای ما بگید. برای من خیلی عجیب بود، گفت که ببین اینجا که درباره نیمایوشیج و صادق هدایت ما صحبت نمی کنیم، اینجا دانشکده ادبیاته. دانشکده ادبیات شما اومدید اینجا درباره تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات و از این قبیل مطالب بخونید، با ساختار زبان آشنا بشید. نیما و هدایت رو که خود بیرون هم میتونید بخونید، اینجا جاش نیست. بعد پرسید که شما از کجا نیما رو می، چون اونجا اصلا نیما کمتر کسی بود بشناسه، گفت از کجا شما؟ گفتم از اونجا که من میدونم که شما با نیما خویشاوندی دارید. گفت درسته، نیما پسرخاله مادر منه، اما ببین اگر تو بخوای درباره نیما و صادق هدایت اینا کنجکاوی بکنی، بیرون از کلاس من با هم صحبت میکنیم. بعدها سال بعد، یعنی سال 1339 بود که من تصمیم گرفتم برای سالگرد نیما، سالگرد مرگش، در همون دیما یک مجلسی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات ترتیب بدم. اون زمان اوضاع احوال سیاسی دانشگاه خیلی بد بود، یعنی بچه‌هایی بودن که مخالف نظام بودن، مخالف ناراضی بودن به هر حال، و عربتب می رفتم شلوغ می کردن، تظاهرات می کردن. به این دلیل دکتر سیاسی که رئیس دانشکده ادبیات بود
بنا به توصیه مسئولان امنیتی ممنوع کرده بود ورود اشخاص متفرقه رو به فضای دانشگاه. حالا تو این هیروویر من آمده بودم تقاضا میکردم که شما مجلس بزرگداشت برای نیما بذارید. خب طبیعی است که مخالفت میکردم. دکتر سیاسی با این درخواست مخالفت کرد. من مخالفتش رو به اطلاع دکتر خانلری رسوندم. دکتر خانلری خب مرد صاحب نفوذی بود. بعد جلو من تلفن کرد به دکتر سیاسی که آقای سیاسی این بچه ها میخوان درباره نیمای مجلس بذارن، به سیاسی و سیاست هم کاری نداره، من بهشون توصیه میکنم که به هر حال در همون حوزه کارشون حرف بزنن و وارد معقولات نشن. بعد به من گفتش که تو میتونی بری اون مجلس رو برگزار کنی. دکتر سیاسی خیلی توی محضور قرار گرفته بود، متوسل به دکتر صورتگر شد که استاد ما بود. دکتر صورتگرم آمد منو پیدا کرد و گفت که آخه این چیه نیما چیه دیوانه بود اینا توی مجله چیز علی دشتی، روزنامه علی دشتی اومده بود، یه کاردم بسته بود و یه چکبه تنش بود و میگفت باید با این کارده میخوام دشمنهای شعرم رو بکشم و این حرفا. خلاصه میخواست بگی نیما موجود با اهمیتی نیست و تو ول کن. من گفتم که نه، ما دوست داریم که این مجلس برگزار بشه. بالاخره حریف من نشد. حالا به هر حال مجلس برگزار شد. بعد من دنباله کنجکاویامو گرفتم درباره نیما اون و حالا اون مسائلی که گذشت در اون مجلس و اینها، بعدا اگر سوالی مطرح بشه من خواهم گفت. ولی حالا بهتره که از این حاشیه بگذاریم قبل از این که من وارد بحث شعر نیما بشم، بعد نیست یه اشاراتی به زندگیش بکنم شاید روشن کنه شعرش هم بس خلال زندگیش به هر حال میتونه یه روشنگری هایی داشته باشه. نیما اسمش بود علی، علی نوری، تو شناسنامه‌ش هم نوشته شده علی نوری اسفندیاری. پسر ابراهیم نوری بود، ابراهیم خان اعظم السلطنه که از رجال مشروطه بود. رجال مشروطه که در مشروطه خواها همه جای ایران بودند، از آذربایجان و مازندران و بختیاری و جای مختلف. این یک انجمنی داشتن، انجمن مشروط خواها، که این ابراهیم خان اعظم السلطنه یعنی پدر نیما هم عضوش بود. عرض شود که نیما فرزند بزرگ خانواده بود، پسر بزرگ بود، یک برادر کوچکتر داشت به نام لادون، رضا اسمش بود که میگفتن لادون. لادون به سائقه جوانای آرمانخواه اون زمان که فکر میکرد که شوروی بهشت موعوده، بلند میشه میره به شوروی، شوروی اون زمان باکو اون طرفا، و بعد خبری ازش نمیشه. در خلال نامه هایی که من از نیما خوندم دیدم که گفتگوهایی داره با این لادون، صحبت هایی که با لاتون میکنه و زنان یک کتابی نوشته، یعنی رساله نوشته درباره اقتصاد بین الملل. این را لاتون تنها اثری که از جایی منطب سربه نیست میشه، معلوم نیست در تصفیه های استالینی از بین میره یا اینکه به هر حال به مرگ طبیعی میمیره. اما نیما خواهرم داشته، ناکتا، خواهر کوچیش، و بهجت، سریا. سریا مادر این طغرل افشاره. هم سن و سالای من شاید بدونن در گذشته یک منتقد سینمایی بود به نام طغرل افشار که نقدای سینمایی خوبی هم می نوشت. این طغرل افشار در
دریای مازن در موقعی که شنا میخواسته بکنه غرق میشه در جوانی. به هر حال این مادرم به علت همین مرگ فرزندش تعادل روانیش را از دست میده و خلاصه اونم ناپدید میشه. نیما 12 سالش بوده که همراه با خانوادهش به تهران کوچ میکنه. زبان فارسی رو خودش میگه در ده یوش در پیش ملای ده میخونده. صحبت یوش شد، بعد نیست یادآور بشم که یوش یه روستاییست اگه رفته باشید در 100 کیلومتری آمل، 42 کیلومتری جاده چالوس نزدیک کندوان، اون بالا یک روستاییست که خیلی خوش آباد دیدنی. اون زمان که ما میرفتیم جاده مالرو بود، ولی الان آسفالت شده، حتی تور هم گذاشتن، میتونید شما اونجا اگر ایران رفتید یه سری به یوش بذارید، دیدنیه. مزار نیمام اونجاست. طفلکی سیروس تاهباز، دوست منم که شیفته نیما بود و آثارش رو گردآوری کرد، بنا به وصیت خودش در همون خاک جای نیما دفنش کردن. گفتم نیما، ولی نگفتم نیما یعنی چی. نیما در زبان تبری، گویش تبری یعنی کمانور، کسی که کمان داره. در قصای تبری، در اساطیر تبری آمده که این نیمای کماندار فرزندی داشته که اسمش بوده شراگیم. به همین دلیل نیمایوشیجم اسم فرزندش رو شراگیم میذاره، که شراگیم هنوز هم هست و در هر یکی از این ایالت‌های آمریکا زندگی میکنه. قرار این که داشتم میگفتم که نیما به تهران میاد از یوش با خانوادهش. در مدرسه‌ای بوده به نام حیات جاوید، اونجا مدرسه میره و بعدش دوره دبیرستان رو پدرش میذارتش توی مدرسه سن لویی. مدرسه سن لویی مدرسه کاتولیک بوده، میسیونرهای کاتولیک ایران اونجا بچه هاشون میرفته اونجا. ولی خب از ایرانی هم خیلی ها رو ما میشناسیم که چون زبان فرانسه اونجا تدریس میکرده، برای آشنایی با زبان فرانسه بعضی ها که آدم های متجددی بودن دلشون میخواست که بچه هاشون با زبان فرانسه آشنا بشه، بچه هاشون رو میذاشتن مدرسه سن لویی. نیما میره به مدرسه سن لویی و زبون فرانسه رو اندکی یاد میگیره، یعنی در حد همون مردهایی مثل لامارتین و چه میدونم ویکتور هوگو و توی تکستبوک بچه ها بوده و اینا. البته خودش ادعا میکنه میگه من مالارمه رو شدم. مالارمه شاعر سمبولیست بوده. من گمان نمی کنم که از مدرسه سن لویی کسی مالارمه بتونه بخونه، شاید بعدها خودش با مالارمه آشنا شده. حالا به هر حال نیما اندکی با زبان فرانسه آشنا میشه. اونجا میگه که از همکلاسی های من حسین پژمان بختیاری بود که با همدیگه شیطنت میکردیم از مدرسه در میرفتیم و اینا. اتفاقا حسین پژمان بختیاری رو من به خوبی میشناختم، برای اینکه الان سالهاست در گذشته. پژمان مرد بسیار مطبوعی بود، بسیار مرد خوبی بود. غزلش هم که خب هم غزلهای متعارف بود. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس را در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که هم باز پسارد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. این غزل رو میدونید که منوچهر همایون پور خونده، همایون شجریان، سالار عقیلی، دیگران هم خوندن، برای اینکه موسیقی خوشایندی داره برای موسیقی، برای آواز خوبه. به هر حال با حسین پژمان بختیاری نیما در مدرسه سن لویی همکلاس میشه. حالا
اگر بخوام که ادامه بدم بایستی به آثار نیما توجه بکنیم. نیما در سال 1299 یک مثنوی مختصری میگه در 33 صفحه به اسم قصه رنگ پریده خون سرد. این قصه رنگ پریده خون سرد رو من داشتم، شادم الان در کتاب خونم در تهران باشه. یک کتابچه کوچولوی با کاغذ خیلی بد زرد رنگی و چاپ بدی که خب نیما اصرار داشته هر چی که میگه چاپ کنه. این قصه رنگ پریده خون سرد اولین کار نیماست. شرح عشق و شرح ناکامی و درد، قصه رنگ پریده خون سرد، یه منظومه است که با این بیت شروع میشه. و اما بعد از قصه رنگ پریده خون سرد، نیما منظومه افسانه رو میگه که خیلی مهمه. افسانه به صورت دیالوگ، گفتگو بین یک عاشق و معشوقش که اسمش افسانه هست صورت میگیره، منتها نحوه بیان و گفتار و نگاه نیما، درسته که منظومه لیریک تغزلیه ولی اون دید نیمایی به کلی متفاوته و چون تنها راجع به عشق نیست، این دیالوگا به مسائل دیگه هم میکشه. مثلا ضمن اینکه نیما راجع به کائنات، راجع به جهان، راجع به مرگ، حتی راجع به حافظ میگه، مثلا یه جا میگه حافظا این چه کید و دروغیست که از زبان می و زلف ساقیست، نالیر تا ابد باورم نیست که بران عشق بازی که باقیست، من بران عاشقم که رونده است. ببینید دیده اون زمان که همه مشتاق معشوق عارفانه بودن، نیما میگه که من بران عاشقم که رونده است. یعنی اساساً نگاه و نگرش نیما متفاوت بوده از مثلا فکر کنید مثلا پژمان بختیاری که شاعر همسنش بوده. حالا برای اینکه من بیشتر شما رو با دید و منظر و نگاه نیما آشنا کنم، بعد نیست که یک کمی توضیح بیشتر بدم. ببینید مثلا در شعر افسانه، اولا تصویرسازی های خیلی زیبا است، تصویرسازی های سینمایی است که اگر کسی توجه بکنه، مثلا یه جوش میگه یک گوزن فراری در آنجا شاخه ای را ز برگش تهی کرد. یک گوزن فراری در آنجا شاخه ای را ز برگش تهی کرد، گشت پیدا صداهای دیگر شکل مخروطی خانه فر، کله چند بز در چراکا. شما ببینید چه پرسپکتیو زیبایی نشون میده از نگاهش از دور. مثلا تیکای مختلفی داره، یعنی گفتم این تنها دیالوگ بین عاشق و معشوق نیست. خانلری معتقده که نیما افسانه رو از شب دسامبر آلفرد دوموسه گرفته، حالا از هر که گرفته، که به کلی یک توصیف متفاوتیه. مثلا شما کافیست که توصیف بهار رو در افسانه ببینید. مثلا میگه عاشقا کی خیست کامد بهاران، عاشق آخیز کامد بهاران، چشمه کوچک از کوه جوشید، گل به صحرا در آمد چو آتش، رود تیره چو طوفان خروشید، دشت از گل شده هفت رنگه. البته توجه نمیدانه کردید راجع به این فرم شعر افسانه، چهار مصرع میگه در یک قافیه،
بعد یک مصرع پنجمش قافیه متفاوت داره. این از نظر شعر کلاسیک مصمته، منتها این عیناً مصمتی که در شعر مثلا منوشهری هست یا شعر دیگه کلاسیک هست، این تغییر داده بندها رو. یا در ادامه وصف بهار میگه که توده برف از هم شکافید، قله کوه شد یک سر ابلق، قله کوه شد یک سر ابلق، مرد چوپان در آمد ز دخمه، خنده زد شادمان و موفق که دیگر وقت سبزه چرانی است. آن پرنده پی لانه سازی بر سر شاخه می سراید، خار و خاشاک دارد به منقار، شاخه سبز هر لحظه زاید، بچگانی همه خرد و زیبا. شما ببینید اصلا وصف بهار به کلی متفاوته از اون بهاری که فیلمثل چه میدونم قانی میگه. شما میدونید مثلا حالا برای اینکه خوب برای شما مفهوم باقی بشه، من یک شعری از قانی برای شما میخونم که وصف بهار کرده، یا از شاعر دیگه مثلا از عنصری، برای اینکه خودش میگه که بهاری که من وصف کردم با بهاری که عنصری وصف کرده به کلی متفاوته. مثلا عنصری میگه باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود، تازه سنش هر درختی لعبتی دیگر شود، باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود، باد همچون تبله عطار پر انبر شود، سوسنش سیم سفید از باغ بردارد همین، باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود، رویبند هر زمینی حله چینی شود، گوشوار هر درختی رشته گوهر شود. همینجوری قافیه گوهر شود، انبر شود، اخضر شود، دیگر شود. قافیه ها رو میذاشتم بعد میگفتم. حالا روزه رضوان یعنی چی؟ یا خلد برین چیه؟ میدونم یعنی بهشته، ولی نسیم خلد برین رو کی دیده که شما میخوان اونو مشبهون به قرار بدید؟ و به اصطلاح نسیم رو، شما نسیمی رو که میخواد بیان کنید، این نسیم برای آدمیزاد امروزی بایستی مفهوم باشه یا نه؟ نسیم بهش رو، نسیم خلد برین، ولی خب اینا میگفتن دیگه، اینا یه کلیشه‌ای بود که میگفتن. حالا یا مثلا قانی مثلا در چیز گفته در جای دیگه که حالا بعد برای شما میگم که چجوری اینها متفاوته. قرص هم این است که زمن در این شعری که برای شما گفتم، شعر عنصری، شما دیدید باد نوروزی همین فران دارد، باغ بردارد همین، این همیای حشوایی بوده برای اینکه پر کنه اون مصرعها رو، هیچ معنی نداشته. ولی خب نیما میگه که من میخوام مصرع اونجایی که حرفم تموم میشه تموم بکنم و میخوام بیانم رو به گفتار طبیعی برگردونم، هیچ دربند تساوی طولی مصرعها نیستم. حالا برگردیم به افسانه. یکی دیگه از جنبه‌های متفاوت افسانه این است که وقتی که شما این شعر رو می‌خونید، جنگل‌ها، پرنده‌ها، کوه‌ها، بت‌ها، گیاهان، پرند، همه اینها به اسمشون شناخته میشه و رنگ‌های اینا رو شما تشخیص میدید. در شعر کلاسیک فارسی مثلا میگفتن آبی و بنفش و سرخ و صورتی، ولی شما نمیدونستید تفاوت این رنگ‌ها چیه. نیما در شعر فارسی برای این اول بار بوده که رنگ‌ها و پرندگان و حیوانات و جنگل‌ها، درخت و اینها رو نشون میده، به طور محسوسی معرفی میکنه. و بعد اون دیالوگی که بین این پرسوناژا میذاره برای اول بار بوده. چیز اینقدر افسانه
روی جوانای اون زمان اثر داشته که به قول دکتر خانلری خیلی از همسن و سالای اون زمان که اهل شعر بودن، مثل دکتر صورتگر، رشید یاسمی و حبیب یغمایی، اینا میخواستن که تقلید کنن از افسانه. بعد منتها خب موفق نبودن، برای اینکه خب نیما بچه اون کوهستان بوده و اون فضا رو میدونسته، چجوری رو از اون گذاشته، اون قریحه و دید رو داشته، یعنی میتونسته چجوری الغا کنه اون فضا رو. بعدها از افسانه زمان ناگفته نمونه، یه قسمت های اولش توی روزنامه عشقی قرن بیستم چاپ میشه. میرزاده عشقی میدونید شاعری بوده که بعد کشته میشه به علت افکار سوسیالیستی و چپ که داشته و اینها. بران عشقی یک منظومه‌ای داره به نام ایدئال مریم. ایدئال یا سه تابلو مریم، شاید شما خونده باشید: اوایل گل سرخ است و انتهای بهار، نشستم بر سنگی کنار یک دیوار. شرحی میده از مریم. مریم دختری بوده که از ده آمده وارد تهران شده، بعد اونجا یک جوان دیو سیرتی. خلاصه این ماشاءالله آجودانی از این ایدئال یا سه تابلوی مریم یه تحلیلی کرده که میگه که این به طور سمبولیک مشروطه رو که به وسیله مستبدین به سرابش تجاوز میشه و به صورت دیگه در میاره، این رو به صورت سمبولیک عشقی منظورش این بوده. تحلیل آجودانی خیلی جالبه راجع به سه تابلوی مریم، در حال که اگه شما بخونید یک بیان خیلی عاشقانه ای داره. منتها نیما میگه که درسته که عشقی به تقلید افسانه من سه تابلو مریم رو ساخت، ولی موفق نشده، یعنی زبانش جا نیفتاده، خواسته تقلید فرنگی ها رو بکنه و از افسانه من گرته برداری بکنه، ولی چندان موفق نبوده. بهرحال به طعنه میگه که همه میگن که عشقی رو من گمراه کردم، ولی خب اون استعداد گمراهی درش بوده. به هر حال حالا دیگه بیش از این من گمان نمی کنم که درباره افسانه من بخوام توضیحات بدم. از این در من خود توضیح بیشتر دادم که شروع شاعری نیما با افسانه شروع شد، بعدها افسانه چاپ قدیم داد، بعد شاملو هم آمد چاپ جدیدی ازش کرد، تمام اون اصطلاحات گیاهان و کوها و پرنده ها رو در حاشیه توضیح داد. شعر بعدی نیما که به اصطلاح خیلی قابل توجهه، عرض شود که بعد از افسانه ضمناً ناگفته نماند که من میخواستم بگم شما قاآنی شیرازی رو حتما میشناسید. قاآنی شیرازی شاعر دوران ناصرالدین شاه بوده، شاعر مداح بوده، شاعر درباری بوده. قاآنی، این قاآنی مثلا شما ببینید نیما چجوری بهار رو توصیف کرده، قاآنی چجوری توصیف کرده، اینا رو میگم برای اینکه تفاوت‌ها رو بفهمید که راز نوجوی نیما در چی بوده. مثلا قاآنی هم اینجوری چیز کرده، بهار رو توضیح داده: نسیم خلد می‌وزد مگر ز جوی بارها، که بوی مشک می‌دهد هوای مرغزارها. نسیم روزه ارم جهت به مغز دم به دم، سپس دمیده پیش هم به طرف جوی بارها. بیشتر دنبال تنتنه کلام بوده، چیزی که مطرح نبوده اون observation یا قوه مشاهده است که چطوری شما این طبیعت رو حس کنی و بگی، بیان کنی، کاری که نیما در افسانه کرده. حالا صحبت قاآنی که شد، آخر این نسیم خلد میوزد مگر ز جوی بارها، میگه که یا
تملق امیر کبیر رو بگه، میرزا تقی‌خان امیر کبیر. میگه به جای ظالمی شقی، نشست عادلی تقی، که در میان مت... که در که مؤمنان متقی کنند افتخارها. متوجه شدی؟ آخرش ختم شعرش اینه، به جای چون داشته برای امیر کبیر میگفته دیگه، مد میگفته، به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی، تقی یعنی تقی خان امیر، به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی، که مؤمنان متقی کنند افتخارا. خیلی جالبه، امیر کبیر میگه پدر سوخته، ظالم شقی یعنی حاجی میرزا آقاسی، تو که برای اونم مد میگفتی قبل از این که به من بگی، مد اونو میگفتی، حالا که من جای حاجی میرزا آقاسی نشستم، او شد ظالم شقی، من شدم عادل تقی، برو گم شو به در سوخته. بعد میگه که تمام شما شاعران درباری هیچ نوع عقیده ای ندارید، شما برای سکه و سله فقط شعر میگید. ببینید بینش میرزا تقی خان امیرکبیر که اینجوری اولا شعر میفهمیده و اینجوری مداها و متعلقان رو دور میکرده از خودش. حالا این حاشیه بود، ولی به هر حال بعد از این افسانه نیما یک شعری میگه به نام ای شب، که من اون زمان تمام این شعر را از بر بودم. آن ای شب شوم وحشت انگیز، آن ای شب شوم وحشت انگیز، تا چند زنی به جانم آتش، یا چشم مرا ز جای برکن، یا پرده ز روی خود فرو کش، بگذار مرا تا بمیرم، که از دیدن روزگار سیرم. خیلی شعر مؤثری بوده. ببینید شعر و عالم شاعری اگر که بخواد تقلید کنه و زورکی بگه، اصلا کسی را در نمیگیره. این مرد واقعا صمیمی بوده در گفتارش، این که به قالب‌های نوام رو آورده از فرد استقرار نبوده، قبلا قالب‌های قدیم رو آزموده. شعر ای شب آنچنان در جامعه شعر اون زمان مؤثر قرار میگیره که دکتر خالدری میگه که اگر کسی بخواد تاریخ ادبیات اون دوره رو بنویسه، باید ردیف کنه شاعرانی که به تقلید نیما ای شب رو گفتن، همه شاعرای اون زمان، همه. و هر کی میگفته، غافل از این که اون رازی که در شعر ای شب نیما بوده در شعر دیگران نبوده. همه گفتن مثلا ای عشق، ای نمیدونم، ای طبیعت، ای جهان، ای فلان، در حالی که بعد خالری به نکته خیلی باریکی توجه میکنه، میگه تعبیراتی که نیما در شعر ای شب به کار برده خیلی جالبه، یعنی خیلی نوعه، از قبیل این که وحشت انگیز، دشمن جان خود، رازگشای مردگان، برای شب اوصافی که رازگشای مردگان، آینه دار روزگار، اینها اوصافی بوده که اول بار کسی به شب نسبت میداده. برای ای شب انقدر تاثیرگذار بوده که کلونل وزیری موزیکی میسازه روش، بعد دیگران هم خیلی ازش تقلید میکنن، چون به گفته دکتر خانلری شبی که نیما دیده بوده دیگران به اون چشم تا به حال ندیده بودن. راجع به شب خیلی ها گفتن، نظامی دیگه، جاران دیگه، گذشتگان، ولی اونجوری زنده ده. اونم شاید تأثیر ادبیات فرانسه بوده که میگن که از آلفرد دوموسه یا شاعران رومانتیک تأثیر گرفته بوده. باری من اگر بخوام بعد از شعر افسانه و شعر قصه رنگ پریده روی زرد و شعر افسانه و شعر ای شب به دیگر شعرهای نیما بپردازم، خیلی بایستی یکی که این شعرها رو مرور بکنم.
اما اجازه بدید که قبل از این که من به دیگر شعرها برسم، رسیدگی بکنم، یک حرفی رو من بذارم که شاید برای شما سودمند باشه. و اون این است که شعر نیما، شعرهای نوع نیما، شعرهای مدرن نیما، مثل همون شعر ری را که نایی جان خوندن، با ذهنهای مأنوس به شعر قدیم هیچ لطفی نداره. لطفی نداره که شاید حتی بگیم نامفهومه، برای اینکه اون فضای حسی این شعر رو شما باید برای ورود کنید، زبونشون بشناسید، راز و رمزش رو درک کنید تا بتونید از زیباییش لذت ببرید. کسانی که با نمیدونم عقرب زلف کج و کمان ابرو و لب لعل و چه میدونم نار پستان و اینها معنوسن، با زبان نیما بیگانن. یعنی چی آخه این چی میگه این؟ یعنی رم میکنن. زبان نیما براشون یک زبان ناآشناست، یک زبان نامفهومه. البته تنها مسئله نیما و شعر نو نیست. شما اگر بخواد مثلا نقاشی مدرن رو ببینید، مثلا فرض کنید تابلو گرونیکای پیکاسو رو ببینید، یک مشت اسب و کله آدم و اینا تو هم ریخته و اینا، آخه این چه لطفی داره، این چه زیبایی داره. شما باید بنیادهای استتیکتون رو عوض کنید در هنر مدرن. شما اگه میخواید که از پیکاسو لذت ببر، من تو از هنر مدر، نقاشی مدر، از سینمای آوانگار، از موزیک کلاسیک غربی، از هر چیزی که مدرن نوآینه و زبان متفاوتی داره، شما بایستی اولا با دل باز و صمیمیت بدون ایشون پیش داوری به اون روی کرد بکنید، رو بیارید، وگرنه با مقاومت که بابا این شعر نو که مش یاوگو هست، شعر میخوای باید بری نمیدونم انوری از شدی معزی، غافل از این که ما منکر فخامت و شکوه و ارزش شعرهای کلاسیک فارسی نیستیم، ولی واقعیت این است که خب شعر زمانه ما نیست. خب من اینجا نشون دادم بهاری که نیما وصف کرده یه بهار زنده و ملموس با همه رنگ‌ها و زیبایی‌ها و صداها بود، در حالی که بهاری که قاآنی وصف کرده یا عنصری وصف کرده اصلاً برای انسان امروزی مفهوم نیست. حالا قرص هم این است که شما برای اینکه با شعر نیما آشتی کنید باید با این فضای حسیش آشنا بشید، با زبونش آشنا بشید و با راز و رمزش. ببینید این که من میگم راز و رمز حرف کلیه. یه وقتی جلال آل احمد میگفتش که من در حزب توده، حزب توده یه باشو آدمایی بودن که آدمای مختلف که میخواستن که جهان آرمانیشون رو چیز کنن، مستقر کنن، که کردن. اینها میگفت میامدن تو کانون جوانان حزب توده، من میخواستم برای اینا راجع به نیما حرف بزنم و توضیح بدم. اینا میگفتن که آقای آل احمد، رفیق آل احمد، ما نمیفهمیم که این شعر در شب تیره کین سیاه سال خورد انبوه دندانهاش میریزد، یعنی چی؟ اینا یاوه هست چیه؟ این شروع شعر پادشاه فتح. خب میگفت که من همینو به اونا گفتم که شما باید با این متافورا، با این استعاره ها آشنا بشید.
در شب تیره که کین سیاه سال خورد انبوه دندانهاش میریزد، یعنی این آسمان سیاه که ستاره هاش که مثل دندانه داره یکی یکی اینها میریزه، یعنی ستاره ها ناپدید میشه، سحر میاد. ببینید، برای شناخت این شعرها شما بایستی به این زبان آشنا بشید. حالا این زبان یه مقداریش به علت سانسور اختناق اون زمان بوده که به ناچار به سمبول ها و نماد ها پناه بردن. یعنی مثلا فضای مختنق رو به شب، یعنی به شب، از شب یاد می کردن به عنوان متافور یا استعاره از شب. شب، جنگل، چه می دونم چیز اینا، و صبح، صبح نشانه امیده، نشانه امید. خب اینها رو شما بایستی مقدمتا، مثل هر چیزی شما وقتی هم که میخواد نمیدارم پاستورال بتوئن رو بشنوید، خب شما بایستی مقدمات رو بدونید، باید بدونید که مثلا این راجع به طبیعت داره میگه، این صدا صدای اینه، این نوانسا اینه، کمپوزیسیون صدا اینه، چیزی تابلو دالی یا تابلو چمنام ماگریت یا تابلو ابستره رو شما میخوان ببینید، همین تابلو چرا رو دور بیریم، تابلو سهراب سپهری رو شما میخوان ببینید، همینجوری شما با همون نگاهی که به تابلو رضا صمیمی و قاچ هندونه و کاوس کنجبی نگاه میکنید، آیا به تابلو سهراب سپهری هم نگاه میکنید؟ نه، یا تابلو ابستره، تابلو سپهری که خب یه درخت جهر فرمی داره، کمپوزیسیون داره، ولی خب برای درک و دریافت هنر مدرن شما بایستی با مقدمات آشنا بشید و بعد یه مقداری برید بخونید، ببینید، تربیت ذهنی پیدا کنید، بعد به دنیای نیما میتونید وارد بشید و خیلی لذت ببرید. بعد که میبینید این شعر ریرا چه شعر نابیه، چقدر زیباست. البته پس پشتش هم البته هیبت دریا و اون صدای مردم و اینها میشنوید، اما بدون دیکود کردن کدا خود شعر، فضاسازیش، الغای حسش معرکه است. بهرحال حالا از بحثمون دور رشیم، من برای اینکه یک تغزل زیبای دیگری رو از نیما به دست بدم، دلم میخواد که شعر اجاق سرد نیما رو برای شما بخونم. شعر اجاق سرد شعر نیست که نیما از جنگلی عبور میکرده، از این اجاقایی دیدین که شب کسان دیگری آمدن روشن کردن و بعد از هیچ خاکستری به جا مونده. میگوید مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. همچنان کندر قبار اندوده اندیشه های من ملالنگیز، تر تصویری در آن هر چیز، داستانی حاصلش دردی. روز شیرینش که با من آشتی بودش، نقش ناهمرنگ گردیده. سرد گشته، سنگ گردیده. با دم پاییزی من کنایت از بهار روی زردی. همچنان که مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد و اندرو خاکستر سردی. خب این شعر زیباست دیگه، نیست؟ این شعر زیباست. حالا شما مثلا اگه بخوام همین تم و همین موتیف، همین تماتیک بسیار مایگان رو
از زبون مثلا پژوان بختیاری برای شما بخونم، میگوید در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد، دل را به کف هر که نهم باز پس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد، در بزم جان جز دل حسرت که شما نیست، آن شمع که می سوزد و پروانه ندارد. تا چند کنی قصه اسکندر و دارا، ده روزه عمر این همه افسانه ندارد. خب افسانه و پروانه و شمع و دیوانه و میخانه و خب اینا قافیه درست کرده. خب ولی آخه این شعر به قول نیما ما رو در نمی... ما که نمیدونم، مثلا خیلی از دوستان من هستن که من این شعر مثلا مانده از شبهای دورا دور رو براشون میخونم، میگن خب چیه این؟ اصلا به اصطلاح به اونا الغا نمیشه. ولی وقتی میگن در کنج دلم عشق، در کنج دلم عشق کسی، فلواقع به خاطر موسیقی که در این شعر هست اونا رو بعدشون اثر میکنه. به همین دلیل نیما میگفت که من باید این موسیقی رو که حاصل از موسیقی عروضی قدمایی است از شعر بگیرم و شعر رو به کلام طبیعی گفتار نزدیک کنم. این موسیقی ذات و جوهر شعر ما رو زایل میکنه. بنابراین همین کارم کرد. البته این نیست که شعر نیما موسیقی نداره، شعر نیما موسیقی خودش رو داره. ببینید به طور کلی در مورد موسیقی شعر من معتقدم که نیما میگه که من با موسیقی عروض قدیم شعر فارسی مخالفم، من میخوام موسیقی شعر من از بیان طبیعی گفتار نشأت بگیره. برای اطلاع شما بد نیست که من بگم که وزن شعر فارسی از کشش مصوت‌های الفاظ گفتاری حاصل میشه. یعنی مصوت‌ها هر جا کشیده میشه، ما قاعده هم برانه میگه اینها ایجاد وزن میکنه، در حالی که در شعر انگلیسی یا روسی یا آلمانی اون چه که موجب وزن میشه این آکسان هاست، یعنی تکیهی که روی سیلاب ها قرار میگیره، آکسانی که روی سیلاب های کلمات قرار میگیره در شعر انگلیسی ایجاد ریتم یا وزن میکنه، در همچنان که در شعر فرانسه تکیه بر اساس قطعاتی است که توی هجاها قرار میگه، هجاهای مساوی رو تقسیم میکنن بر اساس اون سیلاب ها ایجاد ریتم میکنه. اما در شعر فارسی وزن بر اساس کشش مصوت هاست. نیما میگه که من میخوام که این عارضه‌ای که به ما به شاعر یعنی تحمیل میشه از شعر فارسی بگیرم که شاعر به خودش به شعر خودش تصور، نه اینکه وزن بر او چیره بشه، او بر شعر وزن شعر چیره بشه. بنابراین من میخوام همین اصوات گفتاری رو ضمن ناگفته نمونید که مسئله موسیقی شعر یا وزن به نظر من بایستی هر کسی وزن خودش رو داشته باشه. یعنی این نیست که هر شاعری به اصطلاح سازمان وزن طبیعی خودش رو داره، همچنان که مثلا شعر فروغ وزن خاص خودش داره، از نیما گرفته اما با توسع بیشتر هجاها در اونها. شما میتونید شعر فروغ رو کاملا بر اساس مفاهیم عروضی حتی تقطیع کنید. یا شاملو موسیقی درونی کلمات رو میگیره، از قافیه ها مدد میگیره، از موسیقی دا یک بنایی میکنه که شما متوجه اون کمبود وزن عروضی شعر نمیشید. به این دلیل من معتقدم که واقعیت این است که ذوق آدم ها تابع عادته. توقع نیما این است که ما عادت به اوزان قدیمی رو کنار بذاریم.
و به همین دلیل که شاعری اجازه بدیم که موسیقی خودش، البته این نیست که به کلی وزن رو ترک کنیم، ولی اون وزنی که خود شاعر اختیار میکنه، وزنی که ما در شعر سهراب سپهری و فروغ فرخزاد میبینیم با وزنی که در شعر شفیع کدکنی میبینیم متفاوته. شفیع کدکنی به عزایف عروضی و اوزان عروض شعر فارسی نزدیکتره تا مثلا فروغ و یا نیما. به هر حال واقعیت امن این است که شعر نیما به علت هم جدایی از موسیقی اوزان عروضی قابل خوندن با آواز نیست. خودش هم میگه که شعر منو تو دستگاه ابو عطا نمیشه خوند. خود نیما میگه توی دو نامه بشین پرتو، میگه شعر من وزن خاص خودشو داره، موسیقی طبیعت گفتار رو داره، اونو با دلی دلی و نمیدونم شیشا هشت و اینا نمیشه خوند. حالا بین آهنگسازهای ما مثلا آقای لطفی آمده وکدار، شعر وکدار، داروک ببخشید، داروک نیما رو گرفته. دوست ما فرهاد فخردینی هم تنظیم کرده، خیلی هم زحمت کشتن داروک، نمیدونم شما شنیدید یا نه، داروک با صدای شجریان، داروک کی میرسد باران ها؟ ولی حقیقتش این است که من بارها این داروک نیمایوشیچ که با زحمت زیاد لطفی و شجریان و فخردینی تهیه شده گوش کردم، خیلی لذت نبردم. برای اینکه خود نیما میگی که شعر منو تو موسیقی ابو عطا و ماهور و راس پنجگان نمیشه خوند، شما باید بفهمید اینو. ولی خب البته شعرهایی که در معاصران ما، مثلا مثل شعر فریدون مشیری، از موسیقی بیشتری برخورداره و به شعر قدیم فارسی نزدیکتره، میشه یک کاریش کرد به شرط آهنگساز خوب باشه. مثلا فریدون شهبازیان، پر کن پیاله را چین آب آتشین، دیریست ره به حال خرابم نمیبرد، این جام ها که از پی هم میشود تویی، دریای آتشیست که ریزم به کام خیش، گرداب میرو باید و آبم نمیبرد، من با سمند سرکش جادویی شراب، تا بیکران عالم پندار رفتم تا دور دست رجال. الاخر شعر فریدون مشیری در پرکن پیاله دار پیاله را فریدون شهبازیان جا افتاده، ولی وکدار با صدای بسیار هنرمندانه شجریان یادش بخیر جا نیفتاده. غرض هم این است که این حرف در گوش ما باشه که شعر نیما قابل اجرا با موسیقی سنتی ایران نیست. حالا عذر میخوام که من یک کمی حاشیه رفتم و یه خورده پراکندگویی کردم، لازم بود که این حرفا به جای خودش گفته بشه. اصلا ما گم شدیم. من داشتم میگفتم نیما آمد به تهران و بعد چیز شد و بعد به مدتی در اداره نگارش وزارت فرهنگ کار میکرد و اینا، بیکار بود. خانومش عالیه جهانگیر، با عالیه جهانگیر ازدواج کرد و صاحب فرزندی شد به نام شراجیم. بعد که آمدن تهران دوچار مشکلات زندگی شدن، چون نیما که کاری نداشت، یه مدتی رفت بود اداره مالیه، حوصله نداشت کار بکنه، بعد از اونجا استعفا داد، بعد اومد دوستانش کمک کردن رفت توی اداره نگارش که نمایشنامه ها و فیلمنامه ها رو به اصطلاح میخونده، نظر میداده، یه کار تفننی که مایی 25 تومن بهش میدادن. بعد مجله موسیقی درست شده 1119،
مجله موسیقی مال سرگرد غلامعلی مینباشیان برادر همین مهرداد پهلگود که وزیر فرهنگ و هنر دوران شاه بود، مینباشیان خیلی آدم همه اهل موسیقی، موسیقی کلاسیک بودن، ویولون خوب میزن. این سرگرد مینباشیان مجله موسیقی رو درست کرد، خیلی با این هنرمندان مدرن ایران آشنا بود، از جمله با صادق هدایت. با صادق هدایت که میبینه این حیوانی نیما خیلی وضع معاشش سخته، میگه که نیما تو بیا یه مقالاتی بنویس برای این مجله موسیقی ما، من به مینباشیان میگم که یک مواجبی، یه مقرری برات درست کنه. نیما میگه خب من شعر میدم. میگه عزیز من شعر که نمیشه که من به خاطر که تو مایی دوتا شعر بدی من بگم تو مایی مثلا 150 تومن بدن. میگه خب پر چیکار کنم، آخه آدم ساده دلیم. میگه خب تو یه چیز ترجمه کن، فرانسه که میدونی، یه کاری بکن، مقاله بنویس. این بر میداره یه چیزی مینویسه به عنوان احساسات در چیز در زندگی هنرپیشگان. من اینجا در کتابم یه نقدی ازش کردم، ارزش احساسات، ارزش احساسات در زندگانی هنرپیشگان. واوی را چیه؟ اصلا نامفهومه، نامفهومه. این نیما رفته با همون زبان فرانسه ناپخته از لاروس و انسیکلوپدیا و اینا یه چیزایی راجع به دکارت و کانت و اینا پیدا کرده، اینا رو به زبان فارسی برگردونده. شما حیرت میکنید که این چی میخواد بگه. خواهش میکنم این کتاب منو نیمایوشیج و نقد ادبی رو شما بخونید. من خیلی بررسی دقیقی از این ارزش احساسات رساله نیمایوشیج کردم که شما ببینید که وقتی یک کسی رو به زور بخوان کاری ازش بگیرن که در خورش نیست، یعنی استطاعتش نداره، حاصلش چی میشه. چون این مرتب هر شماره مثلا 3 صفحه میداده، بعد خودش هم میگه یه کار بازاری در سایه فانوسی، روشنای فانوسی اصفت قمنگیز هم هست. خب به هر حال میخواست که منتها بعدها ببینید چقدر این دوستداران نیمای ما چقدر پرتن راجع به این ارزش احساسات که من میگم این همه خوندم و تمام این اشاراتش رو اینا رو بررسی کردم، میگن مانیفست شعر نو به قلم نیمایشی، ارزش احساسات. این دکتر جنتی عطایی هم چقدر، دکتر جنتی عطایی میگه منم هیچی نفهمیدم، ارزش احساسات در زندگی هم. خب میاد یه مدتی هم برای مجله موسیقی کار میکنه، بعد خانومش آلیه که زن بسیار خوبی بوده، این میبینه خب اینا زندگیشون نمیچرخه از راه چیز درس دادن و مدرسه و اینا، تقاضا میکنه میره بانک ملی ایران، منتقلش میکنن به بانک ملی ایران، اونجا میره کار میکنه. منتها واقعیت این است که من یه مصاحبه دیدم از خانم سیمین دانشور که همسایه دیوار به دیوار نیمایشیج بود توی دروس، توی چیز دزاشیف ببخشید، نوشته بود که نیما صبح بلند میشد، خانمش میرفت اداره، این خوابیده بود، بعد می آمد و احمد شاملو و استاد رحمانی و اراذل اوباش، حسن هنرمندی و اینا می آمدن، استاد می کردن، می شستن دور منقل تا ساعت مثلا 3 اینا. عالی خانم از سر کار می آمده میگفته نیما این چه وضعیه، این چه وسطیه، چراگیم کجاست، ما بالای درخته، این چیه، ظرفا رو چرا نشستی، چرا این. خب حیوانی ازش هم بر نمی آمده بابا. ولی خب همون نیما توی اون توی همون جارو کردن و ظرف شستن میگه که من به فکر شعرم،
دقتی خوب در نامه های به همسایه، کسی که جانش با شعر پیوند خورده باشه، وقتی که قدم میزنه در کنار دریا میگه که این موج هایی که به دریا میان و میرن، موج های کوتاه که کوتاه بلند میشن، مثل مصرع های کوتاه بلند شعر منن که به مقتضای مقام کوتاه و بلند میشه. ببینید جان و دلش به شعر مشغول بوده، وقتی که ظرف میشسته، وقتی که برای اینکه عالیه نیاد نق به جونش بزنه جارو میکرده، یه کارایی میکرده تو خونه، ولی خب در همون اوقات هم به شعرش فکر میکرده. یعنی واقعا آدمی بوده دکتر خانلری در اون مجلسی که من برای نیما گذاشتم سال 1339، یعنی 60 سال پیش سخنرانی کرد، گفت که نیما تمام زندگیش رو فدای شعرش کرد و واقعا این ناشی از ایمانشه. یعنی واقعا تمام مشغله ذهنیش و رزق روحش شعرش بوده. در همه لحظه‌های تنهایی، لحظه‌های آشپزی و جارو کردن، درباره شعرش فکر می‌کرده. به شعرش اینقدر احترام می‌ذاشته که یک مرد مذهبی به مذهبش، اینقدر شعر براش مهم بوده. و مرتب به این شاگراش میگه که شاعری یه جور تخصصه، شاعر باید تمام وقت باشه، شاعر با تفنن نمیشه، شما باید به شعر دل بدید، گاهی شعر بگید گاهی نداره، باید در همه لحظه‌های زندگیتون شاعر باشید. نمیتونید برید اداره بعد بیاد بگید خب حالا من میخوام یه شعر صادر کنم، اینجوری نمیشه. چون خود نیما اینجوری بوده. حرف آخر این که نیما از این که میبینه سنتی که بنا گذاشته به دست به قول خودش یک ما جوانای از مدرسه گریخته افتاده، که دختر مدرسه یا پسرها فرق نمیکنه، اینا میان یک جملات گسیخته پریشانی رو که نه معنای منسجمی داره، نه فرم جا افتادی داره، نه دید جدیدی داره، نه حس قوی داره، اینا رو پشت سرم میزن به تقلید از فروغ، من دلم گرفته، من دلم گرفته، اینا یه چیزایی. خیلی نیما قصه میخوره، میگه که بابا این بدعت که من گذاشتم قرار نبود چنین سرنوشتی پیدا بکنه، قرار نبود که این بچه ها بیان. بعد عجیب اینه که این بچه‌ای که این شعرها رو میگن بلافاصله میخوان چاپ کنن، بلافاصله میخوان اونو تبدیل کنن به یک دفتری و بفرستن اینجا و اونجا، شما چیز کنید، بررسی کنید از این دفتر شعر من. شما وقت نگاه میکنید میبینید واقعا خیلی پریشانه، خیلی میراث نیما به دست چه کسانی افتاده. غرضم این است که به قول نیما تو این کتابی که من نوشتم 350 صفحه، خیلی شعر گفتن کار سختیه. خود فروغ فرخزاد، دوست من سیروس تاهباز یادش بخیر، میگفت که من مجله آرش در می آوردم، توی هر شماره خب من شعری از سورال سپری یا شعری از فروغ میذاشتم، شعرهای اولشون همه توی آرش سیروس تاهباز چاپ شده. میگه که یه روزی رفتم گفتم که فروغ جان مجله توی چاپخونه است، من صفحه تو رو خالی گذاشتم که این شعری به ما بده. گفت سیروس جان من هنوز شعرم نیومده، حالا برو یه هفته دیگه بیا ببینیم چیکار میکنی. هفته دیگه که رفته یادداشتی که فروغ نوشته بود به من نشون داد. سیروس عزیز من دیگه مرغ کرچی شدم، تو انتظار نداشته باش که این مرغ بتونه تخم دو زرده بکنه، من دیگه شعر نمیتونم بگم، چند بار گفتم پاره کردم. اینقدر آدمی که مقیده،
ببین چقدر نیما چقدر فروغ شعراشو پاره میکرده، خط میزده. تو این یادداشتش آدم میبینه یک خط شعر رو چند بار عوض میکنه تا جا بیفته، به قول خودش تا فرم بگیره. بعد اینجوری نیست که به این آسونی که فکر من زمن یادمون باشه که فروغ در مصاحبهاش مکرر میگه که نیما بود که چشم منو به جهان بیرون و اشیا باز کرد، به طوری که من جهان رو یه جور دیگه ببینم. آخه شما همونطوری که میدونید نیما چند دفتر شعر داشت دیگه، فروغ فرخزاد، از اسیر و عصیان و دیوار و بعدها تولد دیگر رو، بعدها که به قول خودش با نیما و شعر نیما آشنا میشه، میبینه چجوری باید ببینه، چجوری باید حس کنه، میگه این. و ضمناً ابراهیم گلستان اصلا تاثیر نداشت. این خیلی احمقانه است که ما بگیم که خانم فرخزاد به علت ارشاد و حمایت و دلالت و تلقین و درس استاد ابراهیم گلستان فیلمساز تبدیل شد به شاعر تولد دیگر. اصلا اینطور، اگر چنین بود که خب خود فروغ میگفت نیما چشم منو به شعر نو باز کرد یا شعر تازه باز کرد و ابراهیم گلستان، چرا نامی از گلستان در یادداشت فروغ ما نمیبینیم؟ چرا در مصاحبهاش چیزی نمیگه که گلستان من رو؟ پس اینا چی میگن؟ اینا که میگن گلستان موجب شد که فروغ بشه، خیلی حرفی است که من عصبانی میشم، چون واقعا واقعیت نداره. فروغ یک سیری کرد در درون خودش، از نمیدونم شعرهای بیرب سوس تا بیدید که معروفترینش گناه کردم گناهی پر زلیزت، از اینجور شعرها که اونم تو دنیای خودش، خب به هر حال تو در یه دختر 18 ساله مثلا 20 ساله قرائزش عواطفش رو تو اون قالب بیان میکرد. ولی وقتی که به اون فضای حسی شعر نیما رسید دیگه شعر رو یه جور دید. به همین دلیل من شعرهایی که انتخاب کرده بودم برای شما بخونم از کتاب از نیما تا بعد، از نیما تا بعد، کتاب ها شعرهایی است که خود فروغ از نیما انتخاب کرده. میدونید چه شعرهایی انتخاب کرده؟ خانم ابریست در کنار رودخانه، تو را من چشم در راهم، برف هنگام که گریه میدهد ساز، هست شب داستانی نتازه، قایق قیرا. اجازه بدید من حرفم رو با این شعر داستانی نتازه، که خیلی من این شعر نیما رو دوست دارم و انتخاب خانم فروغ فرخزاد هم هست، تمام کنم. داستانی نتازه. شامگاهان که رؤیت دریا نقش در نقش مینهفت کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشتهی بست و رشتهی بکشود، رشته های دیگر براب ببرد. شامگاهان که رؤیت دریا نقش در نقش مینهفت کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشتهی بست و رشتهی بکشود، رشتهای دیگر براب ببرد. اندران جایه که فندق پیر سایه در سایه بر زمین گسترد، چون بماندا به جوی از رفتار، شاخهی خوش کرد و برگی زرد، آمدش باد و با شتاب ببرد. همچنین درگشاد و شمع افروخت آن نگارین چهر دست استاد، گوشمالی به چنگ داد و نشست، پس چراغی نهاد بر دم باد، داستانی نتازه کرداری
آن ز یغمای ما به ره شادان رفت و دیگر نه بر قفاش نگاه از خرابی ماش آبادان دلی از ما ولی خراب ببرد. خیلی متشکر که به حرفای من گوش دادید.